رفتار و سیره اهل بیت عصمت و طهارت، خیرخواهی برای همه است، حتی برای دشمنانشون. یعنی اینا اگر بتونن کاری بکنن که دشمنانشون هم اصلاح بشن، این کارو انجام میدن، خیرخواهانه عمل میکنن، حالا در حدی که حتی تو مسئله کشتن هم تو جنگ این مسائل رو رعایت میکنن. شنیدید عبارت معروف را که مالک اشتر اومد خدمت امیرالمومنین، یا علی امروز ما تو جنگ مثلا من این تعداد آدم رو کشتم، شما تعداد مثلا کمی کشتید. میخواست یه مطلبی معلوم بشه، بلا مالک اشتر نمیخواست خدای نکرده طعنی بزنه، میخواست مطلب برای دیگران روشن بشه. من این تعداد امروز خلاصه تو جنگ صفین کشتم، شما تعداد کمتری. حضرت فرمودند بله، تو طبق وظیفت می جنگی، هر کی در مقابلت قرار بگیرد و با مبارزه کند به قتلش میرسونی. جنگ دیگه، جنگ همینه. اما من اینطور نیستم، هر کسی که در مقابلم قرار میگیرد و به روی من شمشیر میکشد، من نگاه میکنم تا چندین پشت، بالاخره تا پشتای دیگرش هم نگاه میکنم. اگر یه آدم صالحی در نسلش باشد من اینو نمیکشم. ببینید خیرخواهی تا کجا. کسی که شمشیر کشیده مقابل امیرالمومنین، میخواد امیرالمومنین رو به قتل برساند، حضرت نگاه میکنن در اصلابش. اگر در اصلابش یا آدمی باشد که صالح باشد، حضرت از کشتنش ابا میکنن. ببینید کار تا کجاست. ولی زا اگر یکی بگید برای عثمانم خیر خواهی کردن، حرفه کاملا درستیه. و هر کس دیگری، پیغمبر همینجور بودن، انبیا همینجور بودن، ائمه همشون همینجور بودن، برای دشمنانشون هم خیر خواهی میکردن تا بتونن اینا رو سعی بکنن اصلاحشون بکنن. امیرالمومنین هم همین مسئله رو در مورد عثمان داشتن. و لذا تو آخرین عرضم به زمانهایی که دیگه مردم محاصره کرده بودن خانه عثمان را، دیگه ناچار شد حرفای امیرالمومنین رو پذیرفت. حضرت بهش گفتن برو از مردم عذرخواهی بکن، کارهایی که کردی کارهای اشتباهی بوده، برای اینکه شورش رو بخوابونی برو با مردم صحبت کن. وقت اومد و عرضم به حضور اندرتون که برای مردم خطبه ای خوند، عذرخواهی کرد که بالاخره اشتباهاتی بوده. همین حرفایی که گاهی وقتا بعضی از مسئولین در تاریخ دیگه ثبت شده اینا، اول که اون حالت عرضم به حضورتون قدرت رو در خودشون احساس میکنن، خودشون رو ذی حق میدونن، هر اشکال کننده ای رو هم محکوم و سرکوب میکنن. یه مقدار که قدرتشون تضعیف شد و رسید کار به جاهای حساس که دیدن دیگه خلاصه کارشون داره به پایان میرسد، وقت میفتن به عذرخواهی. این نمونه رو شما یادتونه دیگه، شاه ایران هم این کارو کرد. اول چی زیر بار نمیرفت که هر کس عرضم به اعتراض میکرد میانداختن زندان و شکنجه میکردند و مسائلی. آخر کار که دیگه خلاصه متوجه شد که برنامه به چه صورته، اومد در حضور من با یه قیافه ای، حالا همیشه با قیافه سرزنده، اون برنامه با یه قیافه خیلی افسرده‌ای، من از مردم و ملت ایران عذرخواهی میکنم. بعدم طبق قاعده همشون هم یه حالت و یه صحبت دارن این همه، که خلاصه اشکالاتی بوده، این اشکالات هم تقصیر ایناست که زیر دست ما بودن، اینا یه کارایی کردن که عرضم به حضورتون که مشکلات پدید آمده است. شاه همین حرف زد، عثمان هم دقیقا همینو گفت، یه اشکالاتی بوده، این اشکالات کسانی بوده که زیر دست من بودن، من خیلیشو خبر نداشتم و اطلاع نداشتم، حالا از مردم به هر حال عذرخواهی میکنیم. ولی وقتی معمولا این کارو میکنن که دیگه کار از کار گذشته است، دیگه فایده نداره. و همین بوده و همین هست و همین خواهد بود تا اون لحظات آخر متوجه نمیشن. کارشون به یه جایی برسه، دو وقت بله زبان عذرخواهی باز میکنن. این مسئله تاریخی است و تکرار میشه، تاریخ میدونید.